ما جهش علمی رو نباید بگذاریم متوقف بشه. کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان به معنای واقعی کلمه، العلم سلطان. آقایان سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از قسمت‌های معجزه امید. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه و سلامت باشین. در قسمت قبلی با بخش‌هایی از این مجموعه دانش بنیان آشنا شدیم. در این قسمت می‌خوایم به فعالیت‌های دیگه این مجموعه بپردازیم تا بدونیم دقیقاً چه موضوعی باعث شده که طی سال‌های متوالی این مجموعه بتونه اینقدر موفق باشه. همراه ما باشید. از سال 1370 در واقع فعالیت رو شروع کرد. تقریبا 7 اختراع توی این مجموعه اتفاق افتاده که 4 تاش عمومی و 3 تاش صنعتی هست. تقریبا مشتریان ما به طور 90% یا 95% از تولیدات مجموعه ما استفاده میکنن. ما تولید لرزگیرهای لاستیکی رو که یکی از انواع لرزگیرهای صنعتی هست رو تولید میکنیم. نسبت به نمونه خارجی تو چه سطح کیفی قرار داره؟ من میتونم به ذرس قاطع بگم که چیزی که کم نداره بهترم هست. شهریان، در سالی که نام رونق تولید نامگذاری شده شما چه دستاورد جدیدی داشتید؟ میشه گفتش که ما تقریبا توی این 20 سالی که حالا تقریبا کار توسعه رو شروع کردیم هر سال دستاورد جدید داشتیم. یعنی هیچ سالی نبوده که یک قطعه جدید، یک ماشین جدید طراحی نشه، ساخته نشه و در واقع پرونده ما گواه این مطلبه. ولی میشه حالا اگر تأکیداً بخوایم اشاره کرد، میشه به همین لرزگیرهای مهار دوقلو اشاره کرد که آخرین محصول در واقع مجموعه هست. خیلی ممنونم. بپردازیم به بحث اشتغالزایی و کارآفرینی. لطف بفرمایید آمار کلی به ما بدید که تا به امروز چه تعداد نیروی انسانی در این مجموعه فعالیت کردن. مجموعه ما در حال حاضر حدود 250 تا 260 نفر پرسنل داره، متشکل در واقع فوق دکترا از ایتالیا و فوق لیسانس از معتبر ترین دانشگاه مثل دانشگاه شریف، دانشگاه صنعتی سراسری و خدمتتون عرض کنم تکنسین و کارگرهایی که حالا در واقع حالا سطح سوادشون به نسبت کارشون هست و برطرف کننده نیازهای مجموعه هستش. آقای شهیدیان، عزیزان فارغ التحصیل چطور میتونن جذب مجموعه شما بشن؟ معمولا ما در واقع درخواستمون از طریق سایتمون برای جذب نیروهای متخصص میدیم. ضمن اینکه ارتباط مستقیمی با تمام دانشگاه تقریبا داریم، از طریق دانشگاه هم به اون معرفی میشن و جذب میکنیم برای نیروهای متخصص. نیروهای بومی هم که طبیعتا از همین منطقه خودمون اطلاع رسانی میکنیم و جذب میکنیم. خیلی ممنونم. این هم راه های ارتباطی شما عزیزان فارغ التحصیل با این مجموعه. بفرمایید که تا به امروز چند درصد بومی سازی شده این مجموعه و تجهیزات مورد استفاده مواد اولیه چقدر ایرانی هستش؟ تقریبا 70% از محصولات ما بومی سازی شده، 30% دیگه مربوط به مواد اولیه است که پروسه تولیدش هنوز در ایران راه اندازی نشده.
بخش اتصالات انعطاف پذیر فلزی هستیم، همراه آقای مهندس داننده ایشون مدیر عامل مجموعه هستن. قربان وقتتون بخیر. خیلی ممنون، خوش اومدید. خواهش می‌کنم بفرمایید که چه سالی موفق به دریافت ایزو شدید؟ خدمتتون عرض کنم برای اولین بار سال 1377 ما ایزو 9001 در مدیریت کیفیت رو گرفتیم. سال بعدش سال 78 ایزو 14001 در محیط زیست رو گرفتیم. سال 92 ایزو 17025 مدیریت آزمایشگاه، که آزمایشگاه ما یک آزمایشگاه آکردیت هست، در واقع موفق شدیم اخذ کنیم این ایزو رو. سال گذشتم یعنی سال 1397 هم دو تا استاندارد بسیار مهم، یکی ایزو 3834 در واقع ایزو کیفیت جوش هست که موفق شدیم که در واقع اخذ کنیم، و ایزو API 7K که استاندارد آمریکایی هست و در واقع برای مونتاژ و تست شلنگ‌های روتاری حوض هفت‌باری. بسیار. آقای مهندس بفرمایید که اساساً خرید محصولات ایرانی به ویژه محصولاتی که شما دارین تولید می‌کنید چه مزیتی داره نسبت به یه نمونه خارجی؟ از اونجایی که محصولات ما یه سری محصول استراتژی تو صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، سیمان و فولاد هستن، به طب در کنار کیفیت و قیمت خدمات پس از فروش خیلی مهمه برای محصولات. از اونجایی که ما پارتنر چند شرکت معتبر اروپایی هستیم، بنابراین از بعد طراحی کیفیت خب محصولاتمون چیزی کمتر از محصولات اروپایی نداره. قیمت هم طبیعتا با توجه که محصول داره در ایران تولید میشه پایین تره، اما نکته اساسی خدمات پس از فروشی که برای قطع صنعتی بسیار مهمه. طبیعتا گارانتی و خدمات پس از فروش یک محصول خارجی توی این بیزینسی که ما داخلش هستیم به هیچ عنوان قابل مقایسه با محصول ایرانی نخواهد. یعنی از هر جهتی نگاه کنیم به نفع مشتری که بخواد از این محصول استفاده کنه. من اینطور فکر میکنم. بسیار. بفرمایید که مشتری مداری چه جایگاهی داره تو مجموعه شما و اصلا چطوری شما میتونید اعتماد مشتری رو جلب کنید؟ خدمتتون عرض کنم از اونجایی که ما خب ایزو 9001 رو سالیان ساله که در واقع اخذ کردیم و هر سال آدیت میشیم، خب شعار اصلی این ایزو مشتری مداریه، یعنی هرم در واقع شرکت ما مشتری در نوک قله اون هرم هستش. شعار ما توی شرکت اینه که کیفیت و تعهد بزرگراه پیشرفت ماست. در دورترین نقطه ایران اگر یکی از لرزگیرهای ما دچار مشکل بشه، بدون قید و شرط اون لرزگیر رو تعویض میکنیم که خدای نکرده آسایش در واقع مصرف کننده اون لرزگیر خدشه‌دار نشه. توی در واقع خدمات پس از فروش هم بارها شده که در واقع کارفرمایان محترم از قطعات خارجی استفاده کردن که فیل شده توی پالایشگاه توی پتروشیمی، ولی ما به سرعت تیم فرستادیم یا قطعه رو تعویض کردیم یا طراحی غلطش رو در واقع تصحیح کردیم یا قطعه جایگزین ساختیم و تحویل دادیم بدون اینکه بخوایم به این فکر کنیم یا بحث کنیم که چرا اصلا قطعه رفته از یک کشور دیگه که استانداردهای پایین‌تری داره، حالا چینیه یا حتی از یک کشور اروپایی درجه دو خریداری شده. فارغ از این بحث‌ها همیشه مشتری ما میدونن که تعهدی که ما به مشتری مداری داریم، همیشه این اجازه رو به خودشون میدن و حس میکنن که خاطر این خواسته رو گوش میده و در حد توانش برآورده میکنه. مجدداً همراه جناب مهندس در انبار مجموعه هستیم، جایی که دیگه قطعات بسته‌بندی شدن و آماده عرضه به بازار هستن. آقای مهندس بفرمایید دستاورد دیگه‌ای در سالی که به اسم رونق تولید نامگذاری شده دارید یا خیر؟ بله، خدمتتون عرض کنم که یکی از محصولات استراتژیک به ویژه تو صنایع فولاد و پتروشیمی فلکسیبل حوزه‌های فلزی هستند. ما در گذشته اینا رو مواد اولیه‌شون رو وارد می‌کردیم و توی کارخونه شلنگ‌های فلزی رو تولید می‌کردیم. ما تا از سال گذشته به خاطر فشار تحریم‌ها و هم افزایش نرخ ارز هم مشکل در واقع انتقال ارز و واردات، مجبور شدیم که ماشین‌آلات قدیمی تولید
این شلنگ‌های فلزی رو تو کارخونه‌مون مجدداً راه اندازی کنیم. و برای خودمون هم جالب بود که هم کیفیت محصولاتی که تولید می‌کردیم موفق شدیم تولید کنیم از نمونه‌های وارداتی در واقع بهتر بود، هم یه پارامتر در واقع مهمی که بهش رسیدیم این بود که تونستیم محصول مورد نظر خودمون و مشتریمون رو تولید کنیم، یعنی با همون ضخامت و ابعاد و اندازه‌ای که یا طراحای خودمون در واقع توصیه کرده بودن یا مشتریمون خواسته بود، در صورتی که قبل از اون محدود بودیم به محصول تولید شده توسط اون شرکت خارجی. درسته. قیمتش هم که خب به طبع ارزان‌تر تمام شد. هستیم که اتصالات آکاردئونی که حالا در موردش صحبت می‌کنیم و برخی برشکاری قطعات اینجا انجام میشه. به همین جهت رسیدیم خدمت آقای مهندس شهیدیان، مدیر فروش مجموعه. قربان وقتتون بخیر. قربان شما. خیلی ممنون که تشریف آوردین. متشکرم. بفرمایید که اساساً اتصالات آکاردئونی چیه قربان؟ عرضم به خدمتتون اتصال آکاردئونی که خب یه ابداییه که جزئی از یک خط لوله هست. یه خط لوله طولانی. درسته. جزئی از یک خط لوله است. این اتصال همونجوری که از اسمش مشخصه اتصال انعطاف‌پذیره. کارش اینه که توی خطوط لوله وقتی که به اثر لودهایی که دما و حالا نیروهای دیگه‌ای که توی خطوط وجود داره به اثر حالا پمپاژ یه سیال به اثر حرکت خود سیال به وجود میاد، این باعث میشه که خط لوله حرکت بکنه و با دچار انبساط و انقباض بشه که این انقباض و انبساط به شدت میتونه به تجهیزاتی که توی مسیر خط لوله هستن آسیب وارد بکنه. بخاطر همین میان از این اتصال استفاده میکنن توی نقاط مختلف توی خط لوله و این اون حرکت ها رو میتونه توی خودش جذب بکنه، یعنی به نوعی جلوگیری میکنه شاید از خوردگی، از ترک برداشتن، از سوراخ شدن. دقیقاً دقیقاً. حالا خوردگی که خیلی ربط پیدا نداره ولی دقیقاً جلوگیری میکنه از ترک خوردن و در واقع سوراخ شدن خود لوله. خیلی عالی. آقای مهندس بفرمایید مواد اولیه این تجهیزات از کجا تامین میشه؟ ببینید خب اتصال آکاردئونی یه اتصال فلزیه که حالا بخشیش در واقع از فولاد هست و بخشیش هم استنلس استیل ضد زنگه. استنلس ضد زنگ که ضخامت خیلی پایینی دارن و خیلی تکنولوژی خاصی برای تولیدش میخواد در واقع از خارج از کشور تامین میشه، ولی خب ورقهای آهنی و فولادی توی داخل در واقع کارخانجات بزرگی هستن که صنایع مادر اینا رو تولید میکنن با ما ازشون خریداری میکنن. ارتباط شما با این بازارهای خارجی به چه صورتیه؟ ببینید خدا رو شکر ما ارتباطمون چون یه ارتباط خیلی قدیمی هستش و برمیگرده به حدود مثلا 28 سال پیش زمان تأسیس شرکت، ما این ارتباط رو تونستیم حفظ کنیم، کما اینکه خودمون در کنار محصولاتی که تولید میکنیم نماینده و پارتنرشیپ 4 تا برند در واقع حالا ایتالیایی و پرتغال و عرضم به خدمتتون آرژانتینی و یه شرکت فوق‌العاده معروف که حالا من اسمش نمیارم آلمانی هستیم که این اصلا نماینده اون در واقع شرکت اولیه تو دنیا که اتصال انعطاف‌پذیر رو کلا اختراع کرد و تولید کرد. یعنی به نوعی الگوی مجموع شما هست. هم الگوی هم یه سری از کالاش توی داخل ایران ما براش انجام میدیم چون دیگه دسترسی نداره به بازار داخل ایران، ما نمایندهش هستیم و یه جوری پارتنرشیپ می‌کنیم. خیلی عالی. آقای مهندس علیرضا شهیدیان، برای تولید کنندگان نوپا چه پیشنهادی دارید در مورد مشتری مداری و کیفیت محصولاتشون که بتونن بازار به نوعی دستشون بیاد و توسعه پیدا کنن در جهت کارشون؟ عرضم به خدمتتون که تنها چیزی که من میتونم بگم این هستش که ما یه جمله خیلی معروف داریم که حالا بنیانگذار شرکت همیشه گفته و این سرلوحه تیم فروشی هستش که من باهاشون کار میکنم، متشکل از تقریبا 12 تا کارشناس فروش.
این هستش که همیشه حق با مشتریه. این شاید یه جمله ساده ای باشه، ولی وقتی میریم داخلش میبینیم که یه سری جاها حتی مشتری اشتباه میکنه، ولی بازم حق با اونه چون ما نتونستیم قانعش کنیم. یعنی معنی کامل مشتری مداری. دقیقاً. خیلی ممنون توضیحاتتون، امیدوارم که موفق بشید. خیلی ممنون. شهیدیان، میدونم که شما خیلی توجه میکنید به مسائل محیط زیست و جز نکات مثبت و بارز این مجموعه هست. برای ما در موردش صحبت میکنید؟ ما با توجه به اینکه گواهینامه ایزو 14001 رو داریم و تقریبا هفتمین شرکت بودیم در ایران حدود 17 سال پیش که تونستیم این گواهینامه رو بگیریم، در واقع این در مجموعه های دیگه بیشتر این جنبه تبلیغاتی داره، ولی در مجموعه ما جنبه اعتقادی داشت. در واقع من شعاری رو که برای زیست محیطی در واقع در آغاز شروع کردم این بود که گفتم کمترین شکرگزاری به درگاه خداوند حفظ محیط زیسته، و ما واقعا با اعتقاد به این شعار تونستیم که هم گواهینامه ایزو 14001 رو از SGS آلمان بگیریم، همین که تونستیم این سیستم رو در واقع در مجموعه‌مون به طور واقعی پیاده کنیم. و الان به عنوان مثال ما از بچه‌ها خواستیم اگر کار مفیدی خواستن بکنن که برای محیط زیست مؤثر باشه، در هر جای ایران که هستن در منظرشون در سفرشون یک نهال بکارن، چون در واقع این نهال هم محیط زیست رو میتونه تضمین بکنه، هم میتونه به چرخش در واقع حالا جاندارانی که غیر از ما در این کره دارن زندگی میکنن اونا رو پایدارتر بکنه، در واقع چون این چرخه حیات بهتر اتفاق میفته. این اعتقاد ما هستش به بحث زیست محیطی. من فکر میکنم واقعا بخشی از موفقیت این مجموعه تلاشیه که در جهت حفظ محیط زیست میکنن، و این انرژی مثبت واقعا به طوری داره برمیگرده به این مجموعه و واقعا جای تبریک داره به شما قربان. من فکر میکنم که بعد از دعای خیر در واقع کارکنان و پرسنل مجموعهمون، واقعا این رضایت این بحث همون چرخه حیات و زیست محیطی که ما خودمون رو در واقع مسئول میدونیم در مقابل محیط زیستمون، در مقابل آلوده نکردن آب، خاک و آزار ندادن حیوانات، اثر زیادی در واقع در مجموعه ما جهت رشد و پیشرفت داشته. آقای شهیدیان، در جریان هستم که شما خیلی به مقوله ورزش در کنار کار صنعتی اهمیت میدین، طوری که تیم والیبال و اسکی داشتید، در مورد این هم برامون توضیح میدید؟ بله، ما چند تیم ورزشی داشتیم مثل والیبال که در واقع در سوپر لیگ بودیم، یا چند دوره قهرمان دوره مسابقات اسکی آلپاین و اسکی روی چمن بودیم در ایران، یه دوره یا دو دوره فکر می‌کنم قهرمان آسیاب در والیبال ساحلی شدیم. و با توجه به اینکه واقعا ورزش میشه گفت بهترین داروی طبیعی است برای رفع افسردگی و سلامتی روح و جسم، برای همین ما توجه ویژه‌ای دادیم و حقیقتا نتیجه هم گرفتیم، یعنی هم نتیجه تبلیغاتی گرفتیم هم نتیجه پرسنلی و در واقع مالی گرفتیم. برای همین یکی از شعارهای ما و اهداف ما حفظ تیم‌های ورزشی است که حالا امسال هم برنامه‌ای براش داریم. خیلی ممنونم، امیدوارم که موفق باشید و ممنون از وقتی که به برنامه ما دادید. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در مجموعه‌مون، امیدوارم که هر جا هستین سلامت و پایدار باشید. خیلی سپاسگزارم که بیننده این دو قسمت از برنامه هم بودید. تا برنامه بعدی در پناه هم، خدا نگهدار.